خب اگر شما دختری دارید که 20 و چند سالش جوان هست و میگید که طرز لباس پوشیدنش من رو نگران میکنه، لباس هایی میپوشه که مثلا از نظر شما استاندارد درستی رو نداره، حالا یا با تعریف شما یک لباس باز هست یا یه لباسی است که از نظر شما میتونه خطرناک باشه، آسیبی براش ایجاد بشه، با فرهنگ و یا با اون استانداردی که شما در ذهن دارید همخوانی نداره و شما نگران این هستید که در آینده این جوان براش مشکلی پیش بیاد، اتفاقی براش بیفته به واسطه لباس پوشیدنش و حالا میگید که من باید چه کار بکنم. خب باید بهتون بگم که کودک انسان یک تفاوت بنیادین با کودک حیوانات دیگه داره و تفاوتش هم در اینه که مدت زمانی که فرزند انسان با والدین خودش سپری میکنه بیشتر از مدت زمانیه که بقیه در واقع جانوران در کنار والد خودشون میمونه. همین مدت زمان طولانی باعث میشه که آسیب هایی رو در سطح روان کودک ایجاد بشه. این اعتقادی بود که فروید داشت. فروید تصور میکرد به واسطه اینکه حیوانات بعد از گذشت چند ساعت، چند روز یا چند ماه از تولدشون توان مستقل شدن، روی پای خودشون ایستادن و ادامه زندگی کردن رو دارن، اما فرزند انسان مدت زمان طولانی رو باید در کنار والدین باشه تا بتونه به اون استقلال برسه. همین تفاوت باعث میشه که بیشتر تحت تأثیر آسیب قرار بگیره، چون بیشتر در تعارضات و در واقع تعاملات با والد قرار داره و در نتیجه میتونه آسیب بیشتری ببینه. یکی از این آسیب ها همین چیزیست که شما فرمودید. یکی از این آسیب ها اینه که وابستگی ایجاد شده بین والد و فرزند مانع رهایی کودک میشه. یعنی والد تصور میکنه که من فرزندم نباید ازم جدا بشه، فرزند من هنوز به تنهایی توان مراقبت از خودش رو نداره و در واقع این جملات، این گفته ها که فرزند من نمیتونه تنها زندگی کنه، نمیفهمه یا مثلا توان مراقبت از خودش رو نداره، علارغم اینکه 20 و چند سالشه ما فکر میکنیم که این عقلش نمیرسه که چه لباسی بپوشه، نمیتونه خودش برای خودش تصمیم بگیره، احتمال داره گولش بزنن یا این لباس پوشیدنش باعث بشه که به خطر بیفته، به سلایق، علایق و یا تفکرات و تصورات این انسان بالغ اهمیتی نمیدیم، همین ناتوانی و در واقع عدم توانمندی از پذیرش استقلالمونه. چرا؟ برای اینکه اگر این استقلال رو بپذیریم، در واقع وابستگی و رشته پیوند من به عنوان والد با این کودک باید قطع بشه. در نتیجه ما در سطح ناخودآگاهمون سعی میکنیم عاملی رو در رفتار کودک، در رفتار این کودکی که دیگه الان یک جوان بالغ شده، پیدا بکنیم که اون عامل نشان دهنده این باشه که این کودک یا این فرزند یا این جوان هنوز نمیتونه خودش به تنهایی مسیر زندگیش رو ادامه بده و نیازمند این هست که من به عنوان والد حفظ بکنم ایشان رو از جانب خطراتی که عقل خودش نمیرسه. پس در نتیجه این ناتوانی در جدایی که در والد وجود داره، این وابستگی افراطی که وجود داره، باعث میشه تا ما عواملی رو که خطرساز نیستن خطرناک جلوه بدیم تا بتونیم توجیه بکنیم این عدم تمایل به جدا شدن رو، چون میگیم این هنوز بالغ نیست، علارغم که مثلا 25 سالش 26 سالش. خب پس در نتیجه بهترین راه برای این که بخوایم یک چیز رو خطرناک جلوه بدیم، چیزی است که اتفاقا در فرهنگ، سنت و استانداردهای جمعی و قبیله‌ای ما مورد در واقع تمرکز باشه. وقتی ما لباس کودک، لباس نوجوان یا لباس جوانمون رو مورد در واقع تقبیح قرار میدیم، مطمئن هستیم که جامعه و فرهنگ حق رو به ما میده. در سنت‌ها و فرهنگ ما این در واقع تفکر تایید میشه و در نتیجه ما میتونیم پیروز بشیم، پس میتونیم این وابستگی افراطی درونی خودمون رو ادامه بدیم. با خاطر همینه که عموما دست میذاریم روی اینطور مسائل. پس گام اول این، اگر شما باید جستجو بکنید که آیا این مسئله در شما صدق میکنه یا نه، و اگر دیدید که شما دارای یک وابستگی افراطی به فرزندتون هستید و علارغم که ایشون یک جوان کامل هست، شما کماکان نمیتونید بلوغ ایشون رو به رسمیت بشناسید، استقلال ایشون رو به رسمیت بشناسید، سلایق، خواسته های ایشون رو به رسمیت بشناسید و هنوزم میخواید مداخله بکنید، باید اینجا روی خودتون
دلیل دوم که این مسائل میتونه در ما ایجاد بشه، وجود ذهنیت استرابزای. یعنی زمانی که ما یک ذهنیت استرابزا داریم، یکی از در واقع ریشه های استراب در ما وجود داره، حالا از جنرال انگزایتی دیزوردر و استراب منتشره بگیر تا استراب های دیگه، میتونه باعث بشه که ذهنیت استرابزای ما به ما گوش زد بکنه که خطری در راهه، و در واقع ما تصور میکنیم که دنیای پیرامونمون خطرناکه و اطرافیان ما احتمال داره در خطر باشن. پس این ذهنیت های مضطرب‌آمیز ما، استراب‌آمیز ما میتونه عامل این باشه که ما اصلا خود به خود دارای استراب هستیم. حالا این مسئله لباس الان همسو شده با این ذهنیت استراب‌آمیز ما. حالا اگر اینم نباشه، ما باز در مورد یه چیز دیگه در رابطه با فرزندمون استراب داریم، در مورد یه عامل دیگه میتونیم در یک جای دیگه استراب داشته باشیم. خب در اینجا ما باید چیکار بکنیم؟ در اینجا ما باید این استراب درونی که داریم رو حل بکنیم تا از شر این فرافکنی به فرزند خودمون، انتقال دادن این استراب به فرزند خودمون، در واقع به رفتارهای فرزند خودمون نجات پیدا کنیم. و مسئله سوم، دلیل سومی که میتونه باعث بشه این تفکر در والدین به ویژه ایجاد بشه، سرکوب نیازها و در واقع وجود عقده‌های درونیه که در فرایند رشد ایجاد شده. یعنی سرکوب نیازها و خواستهای فرایند رشد. اگر ما در فرایند رشدمون نیازهایی رو داشته باشیم که اون نیازها رو سرکوب کرده باشیم، حالا وقتی فرزند ما داره همون نیازهایی رو که ما در خودمون قبلا سرکوب کردیم انجام میده، در ما میتونه استراب ایجاد بشه، نگرانی ایجاد بشه. که این مکانیزم به دو طریق میتونه ایجاد بشه. اول، زمانی که به عنوان مثال فرض کنید ما در فرایند رشد دوست داشتیم مستقل باشیم، نیاز به استقلال رو در خودمون سرکوب کردیم به واسطه محیط یا شرایطی که درش زندگی میکردیم، فرهنگ، سنت یا هر عامل دیگه. این نیاز سرکوب شده در آینده، زمانی که در فرزند ما ایجاد میشه و فرزند ما مستقلانه داره یک تصمیمی میگیره، یک رفتاری رو انجام میده، به دو طریق در ما ایجاد نگرانی میکنه. اول، یادآور اون نیاز سرکوب شده ماست که ما میبینیم که انگار که ما یک عامل سرکوب شده در خودمون داریم، که این عامل حالا در فرزند ما که آینه خود ماست، در واقع ورژن جوان شده خود ماست، داره ایجاد میشه. پس این در واقع ایجاد یک احساس سرگشتگی، یک احساس سردرگمی یا یک احساس در واقع سرکوب مداوم و اینکه ما انگار زندگیمون رو باختیم در ما ایجاد میکنه. پس در اینجا ما این احساس دیپرشن یا این احساس در واقع عدم رضایت از اون سرکوب دائمی باعث میشه که ما دچار نگرانی بشیم، دچار اضطراب بشیم که چرا ما در واقع انگار یاد ناکامی خودمون افتادیم. نحوه تأثیرگذاری دوم این مکانیزم اینه که زمانی که این فرزند داره نیازی رو که ما در خودمون سرکوب شده انجام میده، اون میل افراطی رو که در ما وجود داره، اون میلی که در ما وجود داشته، افراطی که در ما شاید وجود داشته، میل و نیازی که در ما وجود داشته، ما موقع فهم کردیم شاید افراطیه، باید سرکوبش کنیم به واسطه آموزه ها، حالا فرزند ما داره انجام میده، این پیام در ما زنده میشه که انگار میشده این نیاز رو سرکوب هم نکرد، انگار در واقع میشده چارچوب ها و ساختارهای ذهنی رو هم تغییر داد. پس در نتیجه زمانی که این اتفاق میفته، به دو طریق ما دچار مشکل میشیم. اولا متوجه میشیم که ما میتونستیم این نیاز رو پاسخ بدیم و از اینکه عملکرد مناسبی در راستای خواستهای خودمون نداشتیم دچار تزلزل میشیم. و مسئله دوم اینه که وقتی فرزند ما این کارو میکنه، ما متوجه میشیم که داره در برابر یک کهن الگو، یک اندیشه، یک تصور، یک استاندارد درونی قرار میگیره. یعنی فرزند ما مثلا در مثال اینجا با پوشیدن لباسی که دوست داره، با پوشیدن پوششی که دوست داره که مورد تایید ما نیست، داره از استانداردهای درونی ما عبور میکنه، استانداردهایی که از طریق فرهنگ، سنت، سوپر ایگو، اون ساختارهای فراخود در ما ایجاد شده، حالا داره در واقع زیر سوال برده میشه. پس در نتیجه در اینجا ما دوچار استراب میشیم، هم از این طریق، از این طرف که استانداردهای ما زیر سوال رفته، اون ارزش های درونی ما جابجا شده، هم از این طرف که ما
دوچار یک بحران وجودی هم میشیم که خب پس میشده این ارزش ها رو زیر سوال هم برد، چرا خودمون این کارو نکردیم، ما چرا خودمون سرکوب کردیم نیازها رو. پس در مجموع اگر این مسئله هم در شما وجود داره، باید این عامل رو حل بکنید به واسطه اینکه یک جوان و یک انسان در سن 20 چند سالگی، 26 سالگی، 25 سالگی بالغه و خودش میتونه تصمیم بگیره برای در واقع اون پوشش خودش. و اگر ما نمیتونیم بپذیریم نحوه تفکر اون رو، فقط به این علت که یک استرابی رفتار اون داره در ما ایجاد میکنه، که این استراب میتونه از سطح اید باشه، از سطح ناخودآگاه ما باشه، میتونه که اگر از سطح در واقع تعارضات بین اید و ایگو ما باشه، میتونه همون عامل دوم باشه، یعنی یک ذهنیت استرابزا میتونه در ما وجود داشته باشه، یک استراب درونی در ما وجود داشته باشه، ما باید اونو حل بکنیم. میتونه یک استراب ایجاد شده در سطح سوپر ایگو ما باشه که به واسطه برملا شدن نیازیه که سرکوب شده یا گذشتن از استانداردها و ارزشها و مسیریه که در فرآیند زندگی به ما یاد دادن، که در اون موقع این استراب در سطح سوپریگو ما ایجاد شده، و یا میتونه به واسطه ناتوانی از جدایی باشه، اینکه ما نمیتونیم بپذیریم این فرایند در واقع ارتباط با فرزند یک روز باید قطع بشه و اون میتونه یک هویتی مستقل از هویت ما داشته باشه. پس ما برای اینکه این جدایی رو نپذیریم، مجبوریم به طریقی اثبات کنیم که رفتارهای اون توامانه با ضرر به خیشتنه و هنوز نیازمند رابطه با منه که کنترلش بکنه.